تفکر اقتضاش اینه که ما بهترین صورت مسئله رو تو اخلاق طرح کنیم، نه صورت مسئله های بدتر و باز هم بدتر و باز هم بدتر و احیانا بدترین صورت مسئله رو. اصلا صورت مسئله رو باید به بهترین طرز طرح کرد. اینات میکنیم و آدمایی که متفکرن مسئله رو در واقع در این بهترین طرزش، بهترین صورتش طرح میکنند. اینات میکنیم نکته اینه که معمولا آدمی که متفکر نیست همیشه مسائل اخلاقی رو به صورت دو شق طرح میکنه، میگه این کار رو باید کرد یا این کار رو، هم برای خودش اینجور طرح سوال میکنه، هم وقتی سوال رو به دیگری رجوع میکنه اینجور از سوال میکنه. یعنی در واقع همیشه سوال رو به صورت یک، به تعبیر قدما میگفتن برهان ذوالحدین، برهان ذوالقرنین، به گفته امروزی ها دایلما، یعنی دوراهی، به صورت یه دایلما، به صورت یه دوراهی میبینه که بالاخره این راه رو باید رفت یا اون راه رو باید رفت. توجه میکنید؟ تو همین مثال سقراطی که الان شما میزدم مسئله به چه صورت طرح شده بود؟ به صورت اینکه شمشیر رو باید پس داد که به کشته شدن اون بیگناه میانجامه، یا شمشیر رو نباید پس داد که چی؟ که میانجامد به چی؟ میانجامد به این که رد امانت نکرده باشن. اما یه متفکر میگه آقا اصلا چرا سوال رو دو تکه‌ای مطرح کردی؟ شقوق دیگه یا متصور شمشیر رو پس بدهند و نصیحت کنند ظالم رو، نه شمشیر رو پس بدهند و جلو به این که ظالم مظلوم رو بکشه رو بگیرند. چرا شما فقط دو تا راه پیش کردید که یا شمشیر رو باید پس دادید پس نداد؟ خب یک راهش هم اینه دیگه که نه من شمشیر رو پس میدم اما جلو به این که ظالم بره مظلوم رو بکشه رو میگیرم، هم رد امانت کردم هم به کشته شدن یه بیگناه کمک نکردم. انات میکنید؟ نه پس میدم و در این حال چیکار میکنم؟ در این حال نصیحت میکنم ظالم رو. نه پس میدم و نمیذارم دست ظالم به مظلوم برسه. فرق یه متفکر با یه غیر متفکر اینه که غیر متفکر هر مسئله رو دو شقی میبینه، دیگه ذهنش نمیره که شقوق دیگری هم متصوره. توجه میکنید؟ کانت فیلسوف معروف آلمانی در فلسفه اخلاق همیشه این مثال یه جانیی که سراغ یه بیگناه رو از شما میگیره رو برای این مسئله میزد. میگفت یه جانیی که شک نداره که به ظلم میخواد کسی رو بکشه سراغ اون آدرس اون کس رو از شما میپرسه و شما میدونید اون مظلومی که بناست کشته بشه به دست این جانی اون آدرسش کجاست. میگفت چی کار میکنید؟ آیا جواب میدید که نشانی اون مظلوم فلان جاست یا جواب این فرض هم اینه که نشانیش رو بلدید؟ اگه بگید نمیدونم دروغ گفته اید و اگر هم بگید میدونم و نشانی رو بدید اون وقت در واقع میره اون رو میکشه. باز ببینید کانت در اینجا چند تا شق متصوره و براش چند تا شق متصور است، دو تا شق، ولی شقوق عدیده ای وجود داره. یک متفکر همیشه در مسائل اخلاقی و نیز در مسائل حقوقی، حالا من به حقوق کار ندارم یعنی تو قانون گذاری، همیشه باید سعی بکنه که مسئله رو به بهترین صورت طرح بکنه و به بهترین صورت طرح کردن یعنی همیشه تعداد شقوق رو از دو به بیشتر برسونه، به 3، 4، 5، 10 تا برسونه، اون وقت بهتر ما میتونیم هم خلاف اخلاق عمل نکرده باشیم و هم تالیف فاسدی بر اخلاق زیستنمون مترتب نشده باشیم. انات میکنیم؟ این معناش البته این نیست که هرگز در زندگی یک مسئله دو شقی پیش نمیاد. چرا؟ اما به ندرت مسائل زندگی دو شق دارن فقط. شقوق سوم و چهارم و پنجم و انوم هم دارن. با اینکه نامتفکران اتفاقا به ندرت مسئله ای رو دو شقی میبینن. ببخشید، بیش از دو شقی میبینن. اونی که نامتفکره فکر میکنه همه مسائل دو شق داره. با اینکه در واقع هر مسئله ای بیش از دو شق داره، به استثنای موارد خیلی نادری در زندگی آدم ممکنه پیش بیاد که واقعا مسئلهش دو تا شق بیشتر نداره.
عنایت میکنیم. این مثال رو اینقدر این مطلب مهمه که یکی از بزرگترین روانشناسان قرن بیستم لارنس کولبرگ که با استاد خودش با ژان پیاژه کارشون فقط در تعلیم و تربیت اخلاقی به کودکان بود از این آزمایش استفاده میکرد. البته این آزمایش رو در واقع کولبرگ ازش استفاده میکرد. کولبرگ میدونید با استاد خودش ژان پیاژه روانشناس معروف سوئیسی اینا تمام عمرشون استاد شاگرد فقط راجع به تعلیم و تربیت اخلاقی کودکان کار میکردن. کولبرگ برای اینکه به کودکان نشون بده که تو زندگی اول کاری که میکنید تعداد شقوق رو بیشتر بکنید این مسئله رو تعریف کرد و این مسئله بهش میگن مسئله کولبرگ. میگفت که زنی مبتلا شده به سرطان و این سرطان هیچ راه علاجی نداره مگر یک دارویی که اخیراً یک شخص این دارو رو همین اواخر کشف کرده برای سرطان. شوهر این زن رجوع میکنه به این داروساز، به این مکتشف، برای اینکه این دارو رو بخره، برای اینکه همسرش از سرطان لاعلاج که اگر این دارو نباشه لاعلاجه نجات پیدا بکنه. این دارو فروش هم چون میدونه که این دارو رو هیچ کس غیر از خودش نداره یه قیمت بسیار گزافی طلب میکنه، به صورتی که تمام زندگیش رو وقتی این شوهر میفروشه نصف قیمت این دارو هم نمیشه. خب رجوع میکنه به این دارو فروش که ارزان تر بده این دارو به من، هرچه رجوع میکنه هیچ سودی نداره. از طرفی هم زنش در حال مردنه. این شوهر تنها راه رو به این میبینه که شبی دزدی بکنه از داروخانه این شخص و این دارو رو بدزده و به همسرش برسونه. اینو تحمیل کنه. بعد به بچه‌ها میگه که این کار این شوهر درست بوده یا نه. از طرفی اگر دزدی نمی‌کرد یک انسان میمرد، یعنی همسر این زن میمرد، همسر این شوهر میمرد. از طرف دیگری حالا که دزدی کرده در واقع به مال غیر تجاوز کرده، به مال اون داروساز تجاوز کرده. وقت به بچه ها میگفت که آیا این کارش درست بوده یا کارش درست نبوده، شما بودی چه میکردی؟ منات میکنیم بچه هایی که تفکر اخلاقشون به تعبیر عرض میکنن کولبرگ ضعیفه، اینا معمولا دو گروه میشن. یه گروه میگن نه اتفاقا ما هم بودیم همین کاری که این شوهر کرده میکردیم و میرفتیم میدوزیدیم. آدمی که اینقدر قیمت گزاف میگه برای جنسش، اینقدر اجحاف میکنه، باید مالش رو بدوزن. یه دستان میگفتن نه، هر کسی هر چقدرم اجحاف کار باشه حق نداریم و به مالش تجاوز بکنیم و این نباید دزدی میکرد. خب همسرش میمور، خب چه بکنه دیگه، این هم که تمام زندگیش حاضر به فروش بوده ولی خب تمام زندگیش نرسیده به اون مبلغ، چی کار کنه؟ گناه نداره دیگه، همسرش مرده است، مقصر نیست شوهر. اما بچه هایی که در واقع تفکر اخلاقی قوی تر داشتن، اینا شروع میکردن این دو شقی رو از بینش ببرن و بگن فقط مسئله این نیست. وقت چیا میگفتن؟ من چیزایی که خود کولبرگ در واقع میگه من در تجارب عمرم دیدم خیلی موارد فراوانیه که نزدیک 21 مورد رو میگه در طول عمرم توی آزمایش هایدم غیر از این دو مورد بچه ها کشف میکردن. توجه میکنی؟ یکیشون اینه که طرف یکشون میگفت که آقا طرف میرفت به داروسازه میگفت که من پول ندارم، نصف پولتو میتونم بپردازم با فروش همه زندگی، اما به ازای نصف پول دیگه تا آخر عمر برات کار میکنم. این هم میگم درسته؟ نصف پولتو میپردازم به جای اون نصف دیگه این که تو میخوای، من چیکار میکنم؟ من تمام عمر کار میکنم. بعضی هم گفتن که این شوهر بره به انجمنهای خیریه رجوع بکنه و بگه من تمام ثروت خودم رو میبینی که فروختم، هیچی هم که ندارم، نصف پول دارو رو ندارم. نصف پول رو وقتی انجمنهای خیریه میدنی کل زندگیشو فروخته دیگه حاضر بودن نصف پول دیگه رو یه جوری جمع کنن. و کدوم جامعه است که اگه انجمنهای خیریهش کمک بکنن نتونن نصف پول رو هر چقدر گزاف باشه فراهم کنن؟
بعضیان گفتن که نه، این شوهر باید بره اعلام بکنه تو روزنامه ها، افراد خیر، نه انجمن‌های خیریه رسمی، بگم آقا من همین وضعیم، خانمم اینجوریه، اینم وضعم شده. اینا کمک میکردن تو روزنامه ها، اگه کسی یه اپسیلون کمک میکرد اونم یه اپسیلون، اونم یه اپسیلون، کم کم جمع میشون. بعضی رو گفتن که نه، بره بگه اون نصفه رو، نصف دارو رو بده، این نصفه رو، نصف دارو رو بده. عجب میکنی با این نصفه نصف دارو رو میگره، شاید با نصف دارو هم سرطان همسرش چی میشد؟ علاج میشد. بره نصف اون دوز دارو رو بخره. اینم بعضی میگفتن که اصلا چون این دارو اول باره که کشف شده، اعتبار این دارو هنوز مسلم نیست و معمولا مکتشفان اول به یکی دو تا سه تا پول میدن که اجازه بدید این دارو رو شما آزمایش کنید تا همه عالم بفهمن که داروی ما داروی واقعیه. پول میدن چون در معرض خطر قرار میگیره طرف. این شوهر میتونست بگه که الان زنم رو من در معرض این داروی تو قرار میدم، نواجه میکنی؟ تو نه فقط پول از من نگی، تو باید این پولی هم به من بدی، به خاطر اینکه این دارو اگر زن من رو نجات بده شهرت پیدا میکنه و معمولا داروها روزهای اول یه تعداد فراوانی از آدمها رو مؤسسات دارو سازی پول بهشون میدن تو بیمارستان ها که شما بیا داروی ما رو اولین بار استعمال کنید تا معلوم بشه که قوت داروی ما چقدره. این شوهر حتی میتونه پولم بگیره بر از اون حرص میکنم که دارو ساز نکسانی. خب ببینید و الی ماشاءالله و راهای دیگه. این یعنی چه؟ این یعنی تفکر قویه و میتونه بگه آقا من اگر این تفکر ضعیف بود هر کدام از دو شقی که پیشنهاد میشد یک مشکل اخلاقی داشت. غیر از اینه؟ اگه نمیرفت دزدی بکنه مشکل اخلاقیش این بود که همسر خودش رضا داده بود به مردنش، و اگر هم دزدی میکرد مشکل اخلاقیش این بود که در واقع تجاوز به مال غیر کرده بود. اما ببینید الان یه راحل هایی هست که این راحل ها باعث میشه زندگی تو اخلاقی هم همچنان هست، مشکلت هم حل شده. یعنی هم اخلاقی زندگی کرده ای، هم اخلاقی زیستن آسیب و زیانی بهت نرسونده. این مهمه در تفکر اخلاقی که ما بتونیم تعداد شقوق رو همیشه بیشتر بکنیم.